در همین رابطه همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه که از جنوب اسرائیل با ما همراه شده. اردوان، در حال حاضر شرایط در اسرائیل چگونه هست؟ در مورد آخرین تحولات جنگ چه جزئیاتی برامون داری؟ زینب، همین الان که من و تو داریم با هم صحبت میکنیم، دقایقی پیش برای سومین بار در یک هفته گذشته یک فلسطینی ساکن در اسرائیل به یک نیروی حمله کرده، به یک نیروی پلیس در منطقه قلندیه در نزدیکی اورشلیم. این اتفاق سومین مورد در یک هفته هستش. روز گذشته همونجوری که من در محل هم بودم، پسر 16 ساله‌ای به دو مامور پلیس در اورشلیم قدیم یا اورشلیم شرقی حمله کرده بود که در همون لحظات اول پس از حمله کشته شده بود. هفته قبل هم در یکی از همین محلات در اورشلیم در منطقه عرب نشین یک فلسطینی ساکن اسرائیل به یک پلیس در یک پمپ بنزین حمله کرده بود. پس از آغاز حمله ها و درگیری و حمله حماس به اسرائیل و آغاز جنگ در غزه، میزان این خشونت ها رو به افزایش گذاشته و به نظر میرسه با شرایط موجود به هر حال ادامه پیدا کنه. اما در مورد جبهه ها، همونجوری که اشاره کردی، بنیامین نتانیاهو اعلام کرده که عملیات حفظ و نگهداری و امنیت غزه رو پس از گرفتن تمام مناطق برای مدتی اسرائیل قبول خواهد کرد. ما میدونیم پیش از این اسرائیل رایزنی هایی رو با دولت های منطقه کرده بود برای اینکه راهکار بیابه تا بتونه بعد از اون مرحله سوم عملیات. ما پیش از این میدونیم نتانیاهو و دولت و ارتش اعلام کردن در سه مرحله عملیات انجام خواهد شد: پاکسازی کامل حماس از منطقه و همچنین نیروهای همراهش و از بین بردن رابطه کامل بین منطقه غزه و اسرائیل، که تقریبا میشه گفت این دوتا به طور عملی داره انجام میشه با هدایت گروهای کارگر در غزه، از غزه که در اسرائیل مستقر بودن برگردوندن اونها و قطع همه روابط و همچنین جدا کردن خط واسطه بین غزه شمالی و جنوبی. در عمل مرحله سوم، یعنی مرحله اداره غزه بعد از این گرفتن، یکی از نکته‌هایی است که مورد سوال هستش. هنوز سازمان ملل نسبت به وضعیت موجود در اونجا نگران. روز قبل اعلام کرده، آنتونیو گوترش اعلام کرده 82 نفر از امدادگران و همراهان بین‌المللی در غزه کشته شدن، که این عدد خیلی بزرگیه. و همچنین اشاره کنم بعضی از رسانه‌ها امروز قرار هستش در اسرائیل به مناسبت ماه اتفاقی که یک ماه پیش افتاده در منطقه یک دقیقه اعلام سکوت بکنن و بنا هستش که راهکارهای بعدی برای نفوذ و مقابله با حمله هایی که در شمال از طرف گفته میشه حزب الله، اما حزب الله میگه نیروهای حماس هستن، پیدا بشه تا جلو اینها گرفته بشه. بسیار متشکرم از تو همکارم اردوان روزبه که از جنوب اسرائیل با ما همراه بود.